هرچند پیش از این حزب جمعیت العلمای اسلامی پاکستان یکی از عامیان قوی گروه طالبان در افغانستان و منتقدین حکومت پاکستان بوده، ولی در تازه ترین مورد مولانا فضل الرحمن رهبر این حزب پشتیبانی خود را از ارتش و حکومت پاکستان اعلام کرده گفته است برای رسیدن به اهداف سیاسی و تطبیق شریعت اسلامی در این کشور تلاش های خود را از راه قانونی و ابزار دموکراتیک انجام خواهد داد. این تصمیم مشترک تمام احزاب مذهبی در پاکستان است که در این اعلامیه گنجانیده شده است: ما خواهان مبارزه غیر مسلحانه در چوکات قوانین می باشیم. بر اساس افکار مدرسه دیوبندی توافق شده است که بجای مبارزه مسلحانه از راه قانونی جویای مصالحه سیاسی در پاکستان شویم. از سوی هم وی در این سخنرانی نبرد طالبان علیه امریکا را در افغانستان برعق دانسته گفته است پس از این افکار و اندیشه ازبش بالای مردم افغانستان تعمیل نخواهد شد، اما در صورتی که طالبان برای اسلام می جنگند آنان را حمایت خواهند کرد. موضع‌گیری اخیر بعضی از رهبران دینی پاکستان بیانگری باز شدن مسیر تازه در مبارزات است که از سوی اونها صورت می گرفت و ما امیدوار هستیم که به هر حال این زمینه باشه و که مبارزات نظامی تبدیل به مبارزه سیاسی و دموکراتیک شود. ای کاش قضیه قبلا بر اساس مسئولیت های اسلامی و انسانی همچنین موضوع گیری صورت می گرفت که عده طالبا از طریق اینا در رابطه با دهشت افغانی در افغانستان توظیف نمی شدن و مشکلات زاد در افغانستان نمی شدن، اما حالا هم که این موضوع گیری گرفتن یک قابل احترام است این موضوع و قنن دولت افغانستان و مردم افغانستان از این موضوع استقبال میکنه. این اظهارات در حال مطرح می شود که اخیراً امریکا فشارهای بیشتری را بر پاکستان وارد کرده است تا این کشور به گونه جدی مبارزه علیه هراس افغانی در منطقه را انجام دهد.